بر. بفرمو کجا رفتی و غیبت زد؟ بفرمو دیگه. خیلی به سر مامانی. چشه نمیدونه والا سر شب چه خوب بود. سگر باش تو همه لابد بازم آقاش ازش یاد گرفته. ممکنه سر بزرگم سرباز. قول دختره برام داشته که با دست خالی جهاز. ای بابا سگم به در بسته میخوره داداش. بله جون امشب زیر ساعت خیلی لور شدیم ما. صفا سلامتی. میگم که اینو دچش کن گندش در نهت خوبیت نره. بذارش کنار. بی خیال بچه اونجا رو تبی خالدار معاف کرده. صبر کن اینم انگار مهمونی تمام شد. آره بتون اینا رو قایم کنیم که اومدن. زود باش. به سلامت شب بخیر. به سلامت در شب بخیر. خدا حافظ. خدا حافظ. خدا حافظ. من که مواصم. خوش آمدید. خوش آمدید. خدا حافظ. خوش آمدید. اگر شبی خوش آمدید. چه دید جان. خدا حافظ. خیلی خوش آمدید. به سلامت. شب بخیر. من این خانم شما چرا تنها اومده بودی؟ بکنه ایو که ما فردا بریم شمال کار کنیم. من فردا بریم سلامت. خیلی میرم بنزین بزنم، یه سری هم به خونه مو میزنم. اگه کاری داشتن بگو رفته دنبال زاپاس و بنزین. برو به سلامه. فعلا خدا حافظ. زاری نکن، امیدوارم به تیر قیب گرفتار بشی. کم برو تو کوچه با بچه ها قمار بکن، برو به مدرسه برس. تو رو خدا مش سفر میبینی، آخه من از دست این چیکار کنم؟ هر روز
کن این کارشه. شکمتون رو سیر کنم یا به پول تو جیبیتون برسم. الهی که دارم احمد جون اینقدر اذیت نکن بابا جون، بابات مریضه. برو مدرسه بیر میشه خرولی. مصیبته والا مصیبته. یا علی نمیسرم به دردمون. سلام محمد آبا. وقتی داری چی احمد؟ چرا نهت میزنی اول صبحی؟ باز چه خبر شده؟ من از دست این برادرت به امون اومدم، پول خوره داره. سلام آقا دادا. سلام. کم نق بزن من بهت میدم. برین سراغ ماشین، بچه خط روش نکشن، من الان میام میبرم تو مرسه. بریم با هم دیگه. بیا بابام چطوره ننه؟ ای ننه دردش دوا نمیشه، نفسش میره. دواهاش خورده؟ ها ننه میخوره، اما همه رو استفراغ میکنه. ای بابا ما هرچی پول داریم باید پول حکیم دوا. مشنوری محمد اومده. محمد حالی خسته نباشی. ممنون بابا، خوبم خوبم. ننه آبجی رفت؟ ها ننه دیروز اکبر آقا اومد بردشون. خیلی هم وایستدن که تو بیای. آبجی گفت یه سری بهش بزنی، باید کار داره. بسی ننه داداش اکبر آقا از سربازی اومده، گفت اگه میشه دست و بالشو یه جای شوفری چیزی بند کنی. تصدیقش هم تو سربازی گرفته ننه. حالا ببینم چی میشه. ننه الهی قربونت که هر وقت میای خونه نمیذاریم آب خوش از گلوت پایین بره. دوباره صابخونه اومده برای پولش. یه دو شبی هم هست که برق نداریم. رحیم آقا بقالم دیگه بهمون نسیه نمیده. دیروز به احمد پیغام داده که شما باید برید دم دکونش بهش پول بدینن. ما امروز قراره با آقا بریم سفر. یک دو روزی طول میکشه، وقتی برگشتم یک کارش میکنم. اول خدا بعد تو، با خجلتو چه کنم مادر چه کنم. ننه یه فکری برای مریضی پدرت بکن، شب و روزش عذابه. یه خدا دیگه براش دوا گرفتم، اینا رو یه طوری بخوره تا آخر این هفته. آقا بهم قول داده بخوانتش مریض خونه. جلو خودم بهشون تلفن کرد. ها ننه تو خونه دیگه نمیشه نگرش داشت، دنبال حرفشو بگیر که حتمی بشه. روز به روز بدتر میشه، هرچی میخوره بالا میاره. آخر عاقبت بنایی همینه. تو هم داری جوونی تو به پای ما پیر میکنی. همیشه سر نماز به خدا میگم ما رو به خاطر تو ببخش. وایسی بقله هم بینم نفری دو هزار میشه. احمد جو من باقل دست بایستم عکس اندازم. دستت بردا خراب میشه. احمد بیا دیگه دیشو. اومدم. برین کرا بینم بنداز. حاضر انداختم. چرا ماشین دادشم توف انداختی؟ من نمیدم که اونم تو بودی. حسودیت میشه. الان بهت میگم، الان بهت نشون میدم. الان حسودیت میشه. بیا دادشم اومد. داشت اومد که اومد. نفهمیدم نفهمیدم چه خبره. برین سراغم عرصت خانم شریفی؟ سلام، صبح بخیر. سلام، چه خبر؟ یه قرار داشتیم با رئیس این قرض چی شد نشد؟ آوردم آقا. آقای فایزی برای پیش خرید یه آپارتمان ساعت 11:30 با شما قرار ملاقات داره. آره. یه نفر تلفن کرد که خودشو معرفی نکرد. سلام مامان. سلام عزیزم، دیشب دیر اومدی. آره، پدر هنوز خوابه؟ بله، گمونم صبح اومده. این قمار آخر شبم چیزی مزخرفه، آدم از کار و زندگی میندازه. ای نگاه کن اون منقل و بساطش هم بذار تو ماشین. چشم. از اداره دارایی تلفن شد، مربوط به مالیاتی. بله بله، خیلی خوب خانم شریفی، همه باشن برای روز شنبه. حالا لطفا واسه کنیم به آقای محمودی. صبح بخیر قربان. آقای محمودی؟ هم بفرمایید. آقای محمودی من یکی دو روز نیستم، میرم شمال، شنبه برمیگردم. آره شما ترتیب کارا رو بدین، یه جوری درستش کنین تا من برگردم.
بری زود باش دیگه شب شد. چقدر توالت میکنی؟ من الان نشستم. چقدر قور میزنی؟ خوشگلی بابا، خوشگلی. بجام خسرو جان. خسرو. بله مامان. سلام. سلام. میخواستم بپرسم امشب تهران هستی؟ یعنی بر میگردی؟ برای جشن تولد پریسا میگم، باید یه کادویی بخری. نه مامان، فکر نمی کنم تو شنبه برگردم. خودت از طرف من یه کادو بخر براش ببر. باشه باشه. خدافظ. خدافظ. به سلامت. خوش بگذره. سلام قربان. ببینم همه چیزو گذاشتی تو ماشین؟ بله قربان. سیگار، مشروب، بساط، همه چیز. همه چیز مرتبه مثل همیشه. دیشب خواب عجیبی دیدم. چه خوابی؟ تو خواب دیدم وقتی سینه زنم رو میپیچونم مثل لامپ روشن میشه. تو هم گاهی وقت پاک خول میشی. بفرمایید. بدش من. بفرمایید. آره؟ ماما تو ببین چی شده؟ چش قربان. آخه بی پدرمو در تو سوار اولاغت بودی یا اولاغت سوار تو بود؟ تو شوفر نابلدی کنه که نانو سلمان آقا جان. آقا چیه؟ بگردم به این قبل تقدیر خود اینجا آقا جان. اولاغت خرطری جب به آباده که این همه آرمان آقا سلمان هستی وسط جاده که جایی در آباده تو به آقام بکنه پدرمو در آورد خیم بارده ولم کن خورد کردی ماشین تو بیمه میدم یه که بیمش دمان شده آخه اما بسه دعوا کنم با مزه است آقا به خوره که رحمه تو مثل ازرائیل از سر پیچ اومدی من اولا کما چار بشم بیمار فرد کشمه به در سک ولم کن باشه آخ سرم آخ سرم سره نیش کنم بیر بگا چه بین کرده خدا مردم مامد آلبوم کاسته رو بده چشم خانم یه خوبش انتخاب کن باش اوی بکمار سرت کنی دلی خسرو من خیلی گشنمه دلم داره قش میره یه جا نگه داری یه چیزی بخوری چشم قربان اون ضبط رو خاموش کن برای قارم بده چشم قربان هره جون بیا تا میرسیم یه دست بازی کنیم موافقم
تو بگو سر چی؟ سر هرچی. چه سر هرچی ها؟ گوشتو بیار جلو. مرده شور تو ببرم. خب اگرم که تو بردی سر هرچی که دلت خواست باشه. عیب که رسیدیم، نشد که بشه. مرسی آقا. آقا یه نون پره چایی هم به ما برسون که باکم خالیه. یه صابونه ساده بیرون. مینو خانم. بله. خانم یه بزرگی بکنین من و بچه‌مو تا چند فرسخی با خودتون ببرین، میترسم دیر بشه. برای چی با اتوبوسی چیزی نمیرین؟ مگه کجا میخواین بریم؟ والا زنم داره میزاد، وقت تنگه، میترسم دیر بشه. شما یه بزرگواری بفرمایید. پیر مردین اتومبیل شخصیه، صبر کن بالاخره اتوبوسی چیزی میاد. شاید پول ندارم. همت خدا دولتی سرتون پول هست، اما این وقت سال ماشین کم میاد و بره. زنم تو درده، داره میزاد، میخوام براش قابله خبر کنم. یه التفاتی در حق ما بکنین، خدا عوضتون بده. خسرو جون سوارشون کنیم. خب چی میشه، گناه داره؟ سوارشون کن بریم. بیا میوه بخور، واسه بچت هم بردار. نه ممنون خانم. آه ممنون چیه، بیا پسر خودت هم بردار. نه خانم من دندون ندارم. اینا چقدر خجالتیه. داتیه. گفتی کجا میخوایم بریم؟ میرم برای زنم قابله بیارم. شما زناتون چطوری میزن؟ اگه وقت باشه که قابله میاریم، اگه وقت نباشه خودش میزن. خودش میزن. چی جوری؟ مثل همه تنها با خدا حرف میزنه، هی زار میزنه، هی دعا میکنه تا بچهش بیاد. وای خدای من. مگه میشه؟ ببینم بیادبیه، همینجوری بچه را از بالا ول میکنه رو زمین؟ میمیره. نه بچه میاد روی مجمعه که پر خاکستر بین دوتا آجر گرم، بعدم جونشو توی تش میشورن و باقیچی نافشم میبرن و رهاش میکنن. ولی خیلی جالبه. حالا رو هم رفته چند نفری؟ حکم خدا 8 سر عائله است. 8 سر حامله است؟ نه آقا 8 نفریم، 2 تا پسر 4 تا دختر، خودم و عیالم. بینازم به این اشتها، زن کارخونه چوچیکیشه.
با ناموس شوخی نکن. راستی شما با زناتون چطوری عشق بازی میکنی؟ خانوم محض خدا معصیت داره. میگه یعنی چیکار میکنی که؟ آقا سر علی، من زن و بچه دارم، خدا رو خوش نمیاد، جلو بچه ذلیلم نکنین، اگه ناراحتیم پیاده میشم. مگه اتاق خواب تو خانوم در جدا نیست؟ ای خانوم محض خدا، جلو بچه ها کنی طلا، خدا خدا میکردیم یه مسلمونی سوارمون کنه، اگه میدونستیم اینجور یه غلط میکردیم سوار بشیم، اگه ناراحتیم پیاده میشم. راستی ببینم هنوزم زنت برای سکسی هست؟ یعنی لختش قشنگه؟ آه حالا دیگه سینش مثل مشک خوشگیره رو شکمش آوزونه. بس آقای شوفر جان، محض خدا تا یه کاری بکن نگردان. چهار کردی احمق؟ سلوارم کسی شد. تو زیادی سر به سرش گذاشتی. خیلی خواه محمد بایسا. چشم کن مرگت عقب سر چشم کن. محمد یه جا نگه دارم بسته تو حرم کن. چشم بابا بریم بشینیم رو تاق آسمون هفته. آره بله آره. Oh.
قربان اتاقشون دو تخته است، حموم هم داره، همه جور خوراک هم داره. خیلی خوب، وسایل برد بیار. چشم. خوب میشه نه که حموم هم داره. خب پاشو بریم. خدا بریم. جونم همومش اینجاست. قربان اگه امری داشتین زنگ بزنیم. باشه، متشکرم. اوه اوه چه همومی، آبش داغ داغه. خب بگو برامون شام بیارم. ماهی سفید و کباب و خوراک محلی با سودا و یخ. بیسکی و وسط هم آوردی؟ بله قربان، اینجاست. خیلی خب برو. آخش آقا ببخشین. بفرمایید. واسه اتاق 64 به اندازه دو نفر. بله. خوراک ببرید. بله. ماهی و کباب. بله. و یخت غذای محلی و یه کمی سودا با یخ. بله. واسه من دو سیخ کوبیده بیارن تو سالن. اونجا میشینم میخورم. چشم خورم.
لعنتی سیبم بده من بیچکنی تو پاکت خودت بردار چیه؟ بانوم سیبت امروز کبکت خروس میخونه نکنه دیشب خوابت نبرده اعصابت خرابه خیلی هم خوب خوابیدم چطور مگه؟ هیچی انگار تو خواب سرما خورد سرما خوردنم قدقن آقا نه منظوری نداشتم از روی سادگی بود تو همیشه از روی سادگی زخم زبون میزنی آقای مصیبت ببینم تو چطور که خروست کپک میخونه ای ببخشین خانم حرف زدنم قدغنه نه منظوری نداشتم از روی سادگی بود فندک شده محمد چرا وایسادی؟ قربان تسمه پروانش پاره شده موتور داغ کرده یدکم نداریم اما گمونم یه پمپ بنزین این پایینا باشه پس باید ولش بدی تو هم باشه کمکش کن هول بده یالا
چه بومست خر دیگه ندید بودی بسیم بزن نگاش کن بح بح خیلی با مزه هست ای محمد، اینجا بله زودتر ماشین رو درست کن ما میریم جلوتر، سر راه پل قدیمی هست ما بغل پل کنار رودخونه منتظرتیم چش آقا، شما تصم پروانه داری؟ آره، داریم، یه درست هفون وسط میاد قربون تر بزنیم، بچه اینم یه تصمیم پروانه بنزین خیلی ممنون تو زحمت نکش خودم جاش میدازم باشی میکردی محمد رو میگم جناب عالی هم جلو راننده منو مسخره میکردی و بی خودی سرم داد میکشیدی جواب منو بده نفهمیدم تو منو میزنی کسافت گفتم جواب منو بده جان تو مرد نیستی تو یه جوجه خروس پول داری تو یه بچه ننه یه لوس نراری چه خیال میکنی همه این مردم کلفت و نوکرتو هم تو هیچی نیستی بی شرف هیچی کسافت خودت هیچی نیستی بلام کن تو بگیر تو چی هستی بانوی نانچی بلام کن دستم شکست خودت هم بگیر به جهنم از تو بگیر کسافت خودت هیچ میدونی کی هستی؟ یادت چی بود یا از کجا با من آشنا شدی؟ یادت تو این دو سالی که با منی چقدر خرجت کردم؟ خوبه که خودتو نشون دادی شانس با من بود نزدیک بود عقدت کنم تو چقدر میارزی کم از توپ نمیخوری هم از آخر تو همه هنرت باخت شدنه تا یه مصیبت درست کنی آخرین تیکه لباستو در نمیاری تو از بدترین و بیمعرفتترین پسوندارای کره زمینی مگه نه؟ تو هرچی که دلت خواست من بهت دادم بیشتر از قیمت روح و جسمت بهت دادم اغرب خانم اگه من نبودم هزار جور دست به دست میگشتی و حالاشم توی یه نجیب خونه بودی و یه قلب تیر خوردم تو شکمت خارکوبی شده بود آخرشم جات اونجاست مگه نه حالا بگو ببینم برای چی میونه این همه آدم با راننده من قاطی شدی کسافت چی فکر کردی که این کاری کردی چی فکر کردی که این کاری کردی لعنتی خیلی زرنگ این بیشرف همه کاراش کلکی خسرو خان برو سراغ ماشینت خسرو خان خلافشو مرد که خواهد نامت به هر روز کرد تو اخراج ای من میگم خسرو خان هم زن تو گوش من چه جرات سنی اومد دست من نزد کن پاشش چی میخوای تو اصلا چی نگو میگم با پاشش من دست دارم میکاری ها فرامت دست دارم چه دارم چه کاری چه گوش کن میخوام این شایی که راجب تو بلدم برات از بر بخوره یه ادبیه
تو این مدتی که شوفرت بودم خیلی چیزا حالیم شده، مار خوردم و اهلی شدم. یادت دخترای مردم رو میابردی تو خونه یا تو دفتر شرکت رو با هزار کلک بی اسمتشو میکردی، عکسای زختی ازشو میگرفتی، صداشون رو مخفیانه ضبط میکردی، بعدش هم با نامردی پاسشو میدادی به رفیقات. عکساتو پیش منه، نوارای صداتونم دارم. اون شبایی که تا صبح جشن میگرفتین و به قول خودتون بزم ایرونی داشتین، مست میکردین و هرچی مواد مخدر مصرف میکردین، خلاصه برنامه کیه کیه و شهر شهر فرنگه و از همه رنگه را میداختین. یادمه، من شاهد خرید و فروش مواد مخدرتون بودم، جای جنساتونم بلدم، دلالاتونم میشنسم، راشم بلدم که چطوری تو و رفقاتو لو بدم، فهمیدی؟ انشا تموم شد. اما از خدا میخوام بابت این قضیه لب تر کنی تا بفرستم رو هوا، میگی نه؟ پاشو با هم بریم پاسگاه جاندارمری که هر جا که دلت خواست شکایت کن. حالا چاد؟ من یکی پیش تو دارم، تو صد تا پیش من داری. اگه از بابت دختران لب تر کنم، یک گروه خشن قد داره به دست با ضرب زوخونه را میفتن سراغت که بای به حالت. بچه پول دار تازه از یه طرف هم با قانون طرفی که رئیس کل زور داراست. حالا پاشو هر سه نفر با هم بریم، پاشو پیش به سوی خوشبختی، پاشو. بکشیم ها؟ قد کن بیان این گهی پشت به زین و این گهی زین به پشت. نشعه بازی ها؟ آره. پس مزدشو بفرست بیار. بیار میخوری عشقی؟ نه قصه بخوری بهتره، چون ویتامین واسط مضر چاق میشی و سکته کامل میکنی، مگه نه عزیزم؟ دوست دارم، آقا دوست دارم، آقا دوست دارم، اینه هو انتریه که لوتش مرده. آخه بیا عشقه بیا. وای خدای من چی شده؟ تصادف شده، انگار یکی هم مرده. کامیونه زده بهش، دراز به دراز افتاده. چرا وایساد؟ بگو حرکت کنی. محمد جون چرا وایسادی؟ بریم دیگه. نه صبر کن، من کار دارم. خب که چی؟ میخوای شکایت کنی؟ بفرما مطلب چی هستی؟ دوز حاضر و بوز حاضر. ای دود را کجا داره میره محمد جون؟ اگه شکایت بکنه خیلی بد میشه. بی خیالش، حتما از آبروش گذشته. یعنی چطور میشه؟ حتی چه پنهون، منم شکم ورداشته. چیکار کنیم حالا؟ حولم نکن اینم چی میشه. گفتی اسمت چیه؟ امیر. اسم پدرت چیه؟ حسین. چجوری تصادف شد؟ والا من از خواب پریدم دیدم یه جسد ولا شده. ببخشید قربان، چی شده؟ تصادف شده. این میگه تقصیر شوفرشه که فرار کرده، معلوم نیست راست. یعنی کار اینه؟ بعدن معلوم میشه. قربان ما شک شوفریم. این ماشین هم مال یکی دیگه است. وانایس آقا حرکت کن، حرکت کن. بفرمایید خواهش می‌کنم. اضافه بارم نداریم، بارمون اندازه است. به هر حال اگه کاری از دست ما برمیاد ماشین است. نه متشکرم آقا. خوبه. خداحافظ. به سلامت. اسم راننده چیه؟ قاسم آقا. نگاش کن، انگار داره از تشییع جنازه خودش برمیگرده. بهت نگفتم از این بخارا نداره؟ دست از پا درستم.
قیافه رو آقا رو چی شد شاکی متهم؟ شکایت نکردی؟ آبروش مهمتره. آره آبروش مهمتره. آره پشیمونی نگر دارم. میلای معروف خسرو خان چه صفایی داره. بح 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 چقدر شما توش عشق کرد. خوش به حالت. آیه خسرو خان ببخشین واجب العرضم. میگم حالا که رسیدیم به ویلا، من و شما که با هم نداریم درسته، اما انگار یه چیزایی که مال منه پیش تو مونده. این کت ما رو بکن، میخوام باهاش یه عکس یادگاری بندازم. بکن عشقی، بکن. آه خیلی ممنون. لطفاً کیف پولت هم بده. خیلی متشکرم، اینه هاش خودشه. کلید هفت شهر عشق. هر چقدر بود از حقوقم کم کن، قصدش نخور. ما مال مردم خور نیستیم. آره. بذار یه دو روزم عیش و عشرت مهمون تو باشیم. طوری نمیشه، به جایی بر نمیخوره. دنیا دو روزه، یه روزش ما، بقیهش هم تو. ماشینت هم بر میگردونم، ناراحت نباش. بای بای. عجب دور شیشم بکنم، برمت زیاد. الو ببخشین، من با علی آقا کار دارم. کدوم علی؟ علی وکیل. شما قربان؟ من خسرو هستم. گوشی خدمتتون. الو خسرو خان سلام، عرض شد. آه سلام علی جون، حالت خوبه؟ از محبت‌های شما برقراریم. چه عجب خسرو خان یادی از ما کردی. قربونت برم، گرفتارم جان تو، خودت که میدونی. خیر باشه. گوش کن علی جون، میخوام یک کاری برای من بکنی. خواهش دارم شما عفو بفرمایید. بازم کسی مزاحمت شده؟ بیشتر از مزاحم. یه نامردی که میخوام از دنیا بندازش بیرون. به هر قیمتی که تموم میشه این کار برای من بکن. چش قربون، چی هست؟ محمد. چی؟ محمد راننده خودت؟ آره خودشه. میخوام اون پس فطرت رو له کنی. جمعش کنی، بازم لهش کنی. فقط بزنی که همراهش نمیخوام صدمه ای برسه. الو علی آقا؟ بله خسرو خان میشنوم. کجا هست حالا؟ تو همین دور وراست. با ماشین منه. گمونم دارن رو به رامسر میرن یا طرفای چالوس. من تو ویلا منتظرتم. باشه خسرو خان، ترتیبشو میدم. ماشینت هم برات میفرستم. دیگه امری نیست. نه متشکرم، فقط ثانیه شماری میکنم تا خبرش بهم برسه. مطمئن باش ترتیبشو میدم. تلافی میکنم. موفق باشی. تا حالا تابلوی به این قشنگی دیده بودین؟ اونجا رو محمد نگاه کن، چند تا اسب دیگه هم اونجاست. اون از سه دیده رو نگاه کن چه قشنگه. وای خدا جون. وای Thank you.
ترین دریاهای خدا. من همیشه عاشق دریا بودم و هستم. اینجا دورترین ساحل دریاهای خداست. منم و توی خدا. به سلامتی بهترین غزل عاشقانه که تایی پروانه جونم. من خیلی میخوامت پروانه جون خودم. راست میگم قربونت. حالا من چی بگم؟ بگو دمت گرم عشقی. دمت گرم عشقی. زنده باشی زنده. میگه خام بودم سو. آخ خدا نکنه من بجیم. دبگون دبگون نگاه کن خوب حواست جمع کن. من این ستا ورقا میندازم رو زمین. تو بگو آز کدومو با پیداش کن. باشه باشه ماما جونم. و سر چی؟ سر هر چی که عشقته. نه بگو سر چی. سر جوونی من. باشه باشه. حالا نگاه کن چشمن. این از دینش. اینم از دینش. دیدی؟ آره. حالا بگو آس کدومه پیداش کن. اینه. نه جانم این نیست. ده اینم نیست. اینه. محمد جو یه دفعه دیگه خواهش میکنم. باشه ایک میری. یه سیگار واسه من روشن کن. گفتم یه سیگار برای من روشن کن. انتر بیرشی مردی که قرمسا همش به تو زور میگم. دینی چیکارش کردم؟ جون من خوشت اومد. من گریافتنه بود مادر مرده. بیا ماما جون بخور. نوکرتم. سلام. آخه این چه وضعیه؟ چرا پول تلفن تو ویلایی که من هیچ وقت نیستم اینقدر زیاد شده؟ اینجوری کردین هتل؟ والله چه برای چه اینقدر کثیفه؟ مگه واسه پیکنیک اجاره است؟ خدا به سر شاهد ما بی تقصیریم. شاید مهموناتون به دور اومده. کدوم مهمونا؟ به من خبر دادن که شما عروسی فامیلاتون رو اینجا میگیرین. نه آقا جاسوسی به ناحق میکنن. تهمت مثل یه گله ولو شدین تو این باغ. همینطور دارین برای خودتون میچرین. من دیگه نمیخوام شما اینجا کار کنیم. میفهمی؟ یالا بریم ببینم. چرا آقا؟ همین که گفتم اصحابتون چند کنیم بریم پیتر. چند ساله به شما خدمت میکنیم. حالا چرا بی التفاتی میکنین آقا جان؟ آقا ما چیکار کردیم؟ آدم میاد زندگیشو میده دست شما که آتیشش بزنیم. آقا بلا نسبت ما خدمت بس بزاریم. دیگه تو سرتون بخاره خدمتتون. دیگه نمیخوام شما ها اینجا باشیم. میفهمی؟ آقا ما زحمت کشیدیم. من و عائلم پای این باغ پیر شدیم تا آبادش کردیم. درختاش با بچه های من هم سن و سالن. خون خوردیم تا به اینجا رسیده. خودتون نگاه کنین. خلاف که به عرضتون نمیرسیم. دیگه کمونی که صاحبش هم بشین. سال به دوازده ما میخورین و میخوابین. چه خبره؟ مگه ما به اسیری اومدیم؟ نه تو دیگه حرف نزن. اگه تا یه ساعت دیگه از اینجا بیرون نرین به ژاندارمری از دستتون شکایت میکنم. بزنین به چک ببینم. آقا یه التفاتی کلی اعمال من حیف و مل شده. خسارت چه ازتون میگیرم. مطمئن باشین شکایت به دولت میبریم. چه خیالشه؟ بریم گرد بزنیم. بریم پیکارتون. یلا آقا میریم. اما به شکایت میگیرم. یلا ببینم. هره اینجا و از صبح تا شب پرسه میزدم و دنبالش میگشتم. اما دیگه هیچ وقت ندیدمش. با تو که قاطی شدم همه چی عوض شد. حتی اون یادم رفت. به سلامتی خود خدا که تو رو خلقت کرده. به چشات قسم که شاهکاری. دمت گرم عشقی. علی علی بس دیگه نرو تو فکر. سلامتی. ای عکاس جان لطفاً بیا اینجا عزیز جان. عکاس جان صفای قدمه. میخوام خوشگل ترین عکس دنیا رو از ما بگیری. ببینم چی کار میکنی عکاس جان. اون امیری عکس معرکه میشه. بنداز چش. سلامتی. حاضر باشین. یک دقیقه باید صبر کنیم. صبر میکنیم. ما صبر عیوب داریم. Да, понимаю. Очень сложно.
آره داشتم میگفتم وقت های بار چه چیز نمیخوری بریم دیگه آره دیگه گیرستی بریم ببینمش آخ چه میگم وای وای محمد جون ماه افتادی سیبیلو برو چه با نمک افتادی آره ما بار نمک بیا عکاسیا بیا اینم دست خوش عکسه بقیهش هم باشه واسه خودت برو کیف کن و ما رو دعا کن برو جونم مشکرم آقا به سلامت نگاه کن حالا چه دردم معلوم میشه قضیه چیز دیگه یه سلامتی سلامتی مشکل نگاه کن چه زل زدی وای ببین چه عکسی خدای من این اولین دفعه است که با یه از ما بهترون عکس میگیرم محمد با تو به من خیلی خوش میگذره باور بکن باور میکنم عزیزم باور میکنم ما جنس مرغوبی هستیم سلامتیت سلامتی موش برو تو عکس آخ عکس دارم بکن مثل خونه تو دل برو از خسرو واقعا بعید عشقش و لباسش رو داده دست رانم لابو داده برسونیدش اتاق خواب کسی چه میدونه من یه سری میرم الان برمیگردم گیر نکنم بس دیگه تو که پروانه جون سلام سلام حالت خوبه جون حالت چطوره خسرو کجاست سرش به قمار گرمه وقتی بشینه دیگه ولکن نیست ما آمدیم اینجا یه چیزی بخوریم ما امشب ویلای منوچهر اینایی مگه وقت کردی با خسرو یه سری اونجا بزن دور هم باشیم باشه من حرفه دارم البته اگه قمار رو ول کنه اون که ولکن نیست دیوونه است تو با کی اومدی؟ با دو نفر از دوستام تو نمیشناسیشون اونا هم تو رو نمیشناسن مزن نو خسرو هر چند کیلومتری معلومه که نه لباس مال خودشه نه زنه حتی هم ماشینم مال زنه هست اینم به پاشه دیگه پس آخر عمر داد زرا داره هر کی خربوزه میخوره پای لرزش هم میشه چهتون عرض دل بگی خب ما هم بخندیم اینه که وردشتی عوضی میبینیم ماما جوبه خودیه ببینیم آره کنار آکله تو طوری نشدی که نه چیزی نشد ببینم پس بشکن بشکن بگی نمیشکنم من میزنم آره آره بیا جلو آخه سرا تو دریا خرپک میکنم اومدم جامپینگ آخ توزه ما بلکن باشه ببینیشت بنده دم جلو خرد باش 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 سلام قربون خب چیکار کردیم؟ والا علی آقا با آق مرتضی گفته بود آق مرتضی به ما سفارش کرد توی رستوران کنار دریا پیداشون کردیم سه نفری لط و پارش کردیم ماشینتونم صحیح و سالم آوردیم خدمتتون قربون اونا چیکار میکردن؟ تو رستوران بودن صبر کردیم اومدم بیرون ترتیب شدادیم زنی که همراهش بود چی شد؟ گاهی دخالت میکرد که هولش میدادیم کنار قاطی نشه اما خال بهش ننداختیم خیلی خوب تا من میرم لباسمو عوض کنم لطفا یه خورده ماشینو تر تمیز کن چشم خورم من الان برمیگردم تهران تو بهتر این طرف ها نباشی اینو به رفیقاتم بگو چشم خورم قربون میبخشین اگه شوفر لازم داشتین من در خدمت خیلی خوب باشه راستی اسمت چیه؟ محمد خیلی خوب، اگه لازم بود خبرت میکنم، فعلا ماشین رو ترتمیز کنم چرس خود من خودم به علی وکیل تلفن میکنم اگه پیداش نکردم، از قول من بگو تهران منتظرشم چرس خود ماما جو، من خیلی متاسفم همش تقصیر منه هرچی خربزه میخوره، پای لردشم میشینه
اگه من نبودم تو حالا اینجوری زخمی نمی شدی. مهم نیست، من جد و آبادم زخمیه، شهیدتم، شهیدتم. بلی، یه دقیقه تحمل کن. چقدر ای خیابش بکش. از همه بدتر اینه که خسرو ولکن ما نیست، هر جا بریم دنبالمونه، به درد سرش میارزه. ما که دنبال درد سر نیستیم، درد سر دنبال ماست. ها خوبه که ما هم بریم دنبال درد سر. مگه میشه؟ اون وقت باید به جای زندگی همش درد سر بکشیم. پروانه جونم، بذار یه رازی رو بهت بگم، خونی و داغون ممنونتم. منم ممنونتم. اینا اون مردی که قرتی که تو کافه ماچت کرد اسمش چی بود؟ امیر. آره آره امیر. کجا میشه پیداش کرد؟ چی کارش داری؟ کارش دارم. اون سه نفرم اگه تو قله قاف زیر پر سیمرغ باشن پیداشون میکنم. محمد جون اون سه نفر رو خسرو فرستاده بود نه امیر؟ و از کجا میدونی خسرو فرستاده بود؟ مطمئنم، چون امیر با خسرو دشمنه. واس چی دشمنه؟ چون خسرو پارسال مشروقه امیر رو قر زد و از چنگش در آورد، بعد یه مدتی هم ولش کرد. فهمیدم. پس بریم. کجا؟ میریم سراغ خسرو، دشمن اول و آخرمون. بجام دیر میشه، بجام. صدا بده من. خیلی مادر به خطای عوضی. کجا تا بیرد؟ که آخر عمرته محمد بینم بیرد. محمد گوش کن، هرچی بخوای بهت میدم، ماشینم مال خودت، فرشه ببر. باشه. وقتی جیک جیک مسئولت بود فکر سمسونت نبود. دیوونه شدی محمد. یه دقیقه صبر کن، یه دقیقه صبر. پاشا وایسا، چاهی را که واسه من کندی خودت باید توش بیافتی. میدی سه تا مثل خودم ترتیب منو بدن؟ چرا دو سه تا خسرو و کامبی صدا نکردی؟ محمد تو که دست بزن داری؟ باشو بزن دیگه، بی غیرت باشو. کارت دارم، بلند شو. چرا محمد چرا میخوای بکنی زنی به سرت؟ بلند شو، بلند شو. دیوونه شدی من که؟ او دیوونم کردی بی فامیل، تو که بهشتم از خدا پیش خرید کردی از پس فطره. حالا میخوام مثل سگایی که انداختی به جونم همون برا رو سرت بیارم. آشویزی که عوض داره گله. اینجوری اونو منو زدن، همونجوری تو را محمد بعد میبینی که پدر پیلت باش. اون بیشتر باید بره مریضونه، باید مالجه بشه. چقدر بکشم از دست تو؟ احمد دست خودتونو به گشتن میدی. جهنم دوستانی که خودت و فامیلت رو سیاه میکنی. فرشو باشو بیا اینجا، خرکشت میکنم. یا کس برم کن بخ کردم چقدر دست تو بکنم. اینجا بیا. نگاش کن اینه خسرو خان. محمد جون بسش دیگه، گناه داره، بخشش از بزرگتراست. شما کوتا بیا دیگه، توبه میکنه که غلط زیادی نکنه، قول میده که دیگه با این دهن گوشادش حرف مفت نزنه. من ازت خواهش میکنم به بزرگی خودت ببخشش. گوش کن چی میگم آقای خاک بر سر. حالا بلند میشی و مثل بچه ی آدم میری میشینی پشت فرمون و هرچی من گفتم او فقط بگو بله قربان، چشم قربان. کم و زیادش عصبانی میکنه، اگه دست از پا خطا کنی با این چاقو میدوزمت به صندلی. حالی ته بگو بله قربان. نشنفتم، بگو بله قربان. تو بگو
بله قربان. ها بله قربان. حالا درست شد. پاشو پاشو شوفر جان. خانم جان پای تمیز تو از روی شونه کثیفش بردار. این افتخار ازش بگیر. پاشو شوفر جان. جان دید نزن بده. ما یه آمی کاره بودیم هیچ کسم نفهمی. جانم جلو پا تو به پا. چشم و گوش راننده باز به جاده باشه. زندگی مثل رانندگیه مگه نه؟ آره ماما جون تو درست میگی. هرچی از جلوت بگذره میره پشت سرت جز به خاطراته. اگه برگردی و پشت سرت نگاه کنی از جلو ده تصادف میکنی. پروانه مشروب بده به من. چشم قربان. یالا زود باش. چشم قربان. یه سیب بده به من ایکبری. گفتم یه سیب به من بده ایکبری. چشم قربان بفرمی. حالا مثل اون وقتهایی من داره تو دلش فوش میده. اون سیگار بده به من. بله قربان. یکی دیگه واسه خودت روشن کن. نه 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 اصلا نمیخواد روشن کنی. واسه مضره. عجیبه. خیلی عجیبه. چی عجیبه ماما جون؟ خوب که حسابشو میکنی ها. میبینی همه چی سولاخه. اگه سولاخ اومدیم تو یه سولاخ زندگی میکنیم آخرش هم میریم تو یه سولاخ. اصلا دنیا سولاخ سولاخه. شوفر جان آهسته بران. آهسته و عمیق بران. سیگار روشن کن. بله قربان. دیگران کاشتن ما خوردیم. ما نداریم بکاریم. و خاک بر سر دیگران. تموم میشه قربان. چقدر مونده؟ یه چند لیتری هست. خدا به دادت برسه اگه بنزین تموم بشه. چون تا آخرین پمپ بنزینی که سر راهمونه باید ماشین رو هول بدی. حالیته؟ بله قربان. دوست دارم ببینم چجوری ماشین رو هول میده. Thank you.
بده من اون سویچو یه وقت خر نشی. اعتباری به تو نیست. شش داره میره.
فکس. چشم بار بار بفهم. آیمه بفرمی خورم.